آتش‌ها با نام شما فروزانند و یادتان بر پیشانی معبد بلندترین امید خلق جاودان است. رفقای عزیز، خانم‌ها و آقایون، حضار گرامی، سلام. افتخار دارم از جانب کانون ایرانیان آزادیخواه مونیخ به شما خوش آمد بگویم و حضور گرامیتان را ارج بگذارم. برنامه‌های ما به مناسبت گرامی داشته 41مین سالگرد حماسه سیاه گرد به شرح زیر می باشد. در بخش اول برنامه با یک ویدیو کلوب آغاز می کنیم درباره حماسه سیاه گرد. در بخش دوم بیانیه کانون ایرانیان آزادیخواه مونیخ به یاد 41مین سالگرد حماسه سیاه گرد خوانده می شود. و در بخش سوم دکلمه شعر سیاه کرد سروده رفیق بیژن جزنی توسط آقای خسرو خواجه نوری اجرا می شود. و در قسمت چهارم سخنرانی آقای جعفر پویه از اعضای کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق می باشد. و بعد از آن 20 دقیقه پاوزه همراه با پذیرایی خواهیم داشت. و سپس شما رو دعوت می کنیم به شنیدن ترانه سرودهایی توسط بانوی معترض در تبعید خانم گیسو شاکری. و بعد از آن در قسمت بعدی جلسه پرسش و پاسخ داریم توسط آقای جعفر پویه. و در آخرین قسمت برنامه ترانه سرودهای کارگاه هنر ایران توسط آقای فریدون رمضانی. این برنامه با یاد و خاطره گروه جنگل به فرماندهی رفیق صفائی فرهانی تقدیم می‌گردد به همه رهروان راه آزادی. بهمن ماه هر سال رود سرخ و همیشه جاری شورش سرود پر از ضربه های حماسی خود را پرتنین تر از هر گاه دیگر ترنم می گیرد. از جنگل های سیاه کل آنجا که درختان قامت افراخته و سربلند به شهادت ایستاده اند خون سبز زندگی به این رود می پیوندد تا بر هر کنار گوشه فلات اسیر ایران خوشه های نور بیاویزد، چشمه شور بکاود و دست های بریسمان بیداد بسته شده را به سوی تیغ خورشید امتداد دهد. این گونه است و هماره این گونه خواهد بود. کسانی فدائیانی از کوه، از جنگل، دشت و شهر به سوی افقی گشاده تر از خرد روزنه های هستی اکنون رسپار می شوند، حاضر به پذیرفتن و گردن نهادن و آنچه که پیرامونشان سالها و قرنها گذشته و در مغز و قلب انسانها رسوب کرده نمی شوند. لبالب از شور و زندگی برای تغییر به حرکت در می آیند، حال آنکه از چراغهای موفقیت در کرانه ای دور دست فقط سوسوی پیداست. عقل سلیم پرهیز می دهد و در صدای درگه قوکان مرداب حقیقتی زنجیر شده و راکت نهفته است. شب تیره و دراز است و مشعلهایی که پرده زخیمش را بدرند اندک. چند اکتبر سرخ، چند سیلوماست را میتوان برشمرد. سنگریزهای راه شاهدان بیفرجام بودن سفرند. دستهای چروکیده نفت‌آلود و زبانهای زرد تسلیم به اشاره و سخن در می آیند تا از داشتن امیدی بیهوده نهی کنند و بر حذر دارند. گزینه ای
به صراحت زندگی انتخاب این است، تن به خطر سپردن و شکست را همچون سایه پیروزی پذیرفتن، یا همرنگ شدن و در برابر اجبار و ناگزیری شرایط زانو زدن. راستی هم ابلیس کدام خوشبینی درمان ناپذیر میتواند دیگر کسان را قانع کند که قادرند مؤثر باشند؟ میتوانند جزئی از تغییری در آینده ای نامعلوم شوند وقتی به دستهای خالی خیش مینگرند و امکانات ناچیز خود و هیئت غول آسایی که به نبرد با آن قصد کرده آن را میبینند؟ آری، انبان تردیدها غنیست و در برابر هزار دلیل بزرگ و سنجشگر تسلیم، تنها یک دلیل عصیان و برنتابیدن گردن افراشته است. دلیلی بی‌محاسبه و صادق، راست و صریح، همچون جنس معامله ناپذیر انسان و بسند چونان آرزوها و رؤیاهای او. و هموز که در انتها آرمان دهکده‌های روشن، شهرهای آزاد و کودکان شادی را به سان پرچمی در طوفان به دست می‌گیرد و از کف نمی‌نهد. مردانی از کور راه‌های سبز به زیر می‌آیند، عشق را چونان خزه‌ای که بر صخره ناگزیر است بر پیکره‌های خیش می‌آرند و زخم را بر سینه‌هاشان. روزگاری نه چندان دورتر از اکنون، صفائی فرهانی، اسحاقی، محدث قندچی، نیری، انفرادی، رحیمی، معینی عراقی، دانش بهزادی، حسنپور، فرهودی، سیف، سمایی، لنگرودی و مشیدی زنده و سزاوار به آن در رگ سرخ تاریخ جاری شدند تا به نیروی عشق فدایی وار دفترش را از گذشته تا به امروز و از اکنون تا به آینده گشوده نگه دارند. فرمان آتش صفایی چاوش آغاز عصر پیکار تا به آخر بود. موج سرخ انقلاب بر سر هر برگ نشست، از بین سبز قامتان سیاه کل گذشت و دهه 50 را به نام آتش زنه سازمان پیشتاز آذین داد. کوچه ها با حمید به میدان آزادی و دشت های باز ترکمن صحرا سینه گشودند و آتش دیر پای کوهستان های کردستان به رنگ ارغوانی پرچم چریک های فدایی شعله گرفت. زنجرهای آن سوی مرداب دیرگاهی که خاموش شدند، مرداب اما مانده است و با این حال فریادی از ژرفای هزاران جان همچون یک صدا خیابان انقلاب را گرم و راستین در خود گرفته است. ایران را سراسر سیاه کل می کنیم. Hey, don't let me.
به خواهد.